شکایت عبدالحمید خراسانی از رفتار قومی طالبان در ولایت پنجشیر این فرمانده برکنار شده طالبان میگوید که فرمانده لبای طالبان در پنجشیر پنج تن از افراد بومی و تاجک تبار را زندانی کرده است سلام بر شما 27 اقرب و برابر با 18 نوامبر است در حالی که بارها از اختلاف درونی طالبان در نقاط مختلف از جمله در پنجشیر گزارش می شود اکنون عبدالحمید خراسانی ادعا کرده است که طالبان پشتون تبار پنج تن از اعضای تاجیک تبار بومی این گروه را در ولایت پنجشیر بازداشت و آن هم در های شخصی خودشان در بند نگه داشته است آقای خراسانی یکی از فرماندهان برکنار شده طالبان هست که روز جمعه به مقرب در صحبت با روزنامه هشت صبح گفته است که این بازداشت ها به دستور مولای مسافر فرمانده لیوای این گروه برای ولایت پنشیر صورت گرفته است. خراسانی گفته است که در میان افراد بازداشت شده برادر وی که مدیر اقوام و قبایل ریاست استخبارات این گروه در پنجشیر بود شامل است هرچند که تا هنوز دلیل اصلی این بازداشت ها روشن و مشخص نشده است اما عبدالحمید خراسانی گفته است که این افراد به دلیل تعصبات قومی بازداشت شده است البته چون گزارش های بارها در ولایت های بدخشان و ولایت های شمالی و خصوص در پنجشیر شنیده شده است اما مقام های طالبان نه تنها که این خبرها را تایید نکرده و در مورد آن بررسی انجام نداده بل با شوندن آن بدون کدام تبصیره و تحقیق آن را رد کرده و شایعه دشمنان خوانده است با وجودی که طالبان تا به حال در مورد اظهارات عبدالحمید خراسانی اظهار نظر نکرده است ما دیده می شود که این خبر می تواند باشد زیرا در چند روز اخیر طالبان تلاش کرده است دست کم 170 جنگجو به شمول مقام های بومی و تاجکتبار این گروه را در ولایت پنچیر از وظایفشان برکنار کند روز گذشته نیز مولای حماین ولسوال طالبان برای ولسوال انابه پنچیر از سوی استخبارات طالبان زندانی شده است عبدالحمید خراسانی و شماره از فرماندهان تاجکتبار طالبان در پنچیر در حالی از عملکرد قومی طالبان شکایت میکند که خودشان در گذشته بارها انتقاد بسیار تند و همچنان فیتواهای از پیش خود علیه جبهه مقاومت بر رهبری احمد مسعود داشته است آقای خراسانی که در گذشته و حالا خود را پیرو احمد شاه اعلام میکند اما بارها فرزند او را مرتد و کافر خطاب کرده و خواستار کشته شدن او شده است او همواره به نظام تحت امرش دستور دادند که هر جا مقاومتگران و افراد احمد مسعود را دیدید بکشید کشتن آنان برای شما فرض و واجب است و همچنان اعلام کرده بود که در برابر مقاومتگران و احمد مسعود باید جهاد کرد زیر آنان به دستور خارجه ها در داخل افغانستان ناامنی و نفاق ایجاد می و همچنان در گذشته بارها عملکردهای قومی طالبان را توجیه کرده بود اکنون ما خود جزء کسانی است که بیشتر از هر کسی از این ناحیه رنج میبرد و همواره در گفتگو با رسانه ها از عملکرد قومی پشتون تباران در پنشیر شکایت میکنند